شیراز دیگه داریم فرار میکنیم، بریم یه سری یه جای خنک، خب بریم تنگ براق اقلیت، تقریبا شمال استان فارس میشه. هوا واقعا گرم شده، مدت یه 40-41 آتیش یا آتیش. الان هم دارم میرم دنبال یکی از بچه ها، سوارش کنیم و بریم سمت تنگ براق. چند تا مسیرم داره، میخوام بریم تا تنگ براق. از مردش میشه، از بیزا میشه، از اقلید هم میشه. بریم اینه کدوم مسیر رو انتخاب میکنیم بریم. کمرمند هم ببن های نادری فهم آقا علیرضا معرفی میکنیم، از بچه های خوب ویدیو ساز. We got sunlight we can chase. We could follow the ocean. We could live in the moment. تا اومدیم رسیدیم سمت سه تخته گذاری، می‌خواستم تصویر هوایی اینجا بگیریم. دیگه شب شده دیگه. فردا از برگشتنی میام اینجا میگیریم. فکر نمی‌کردم این موقع برسیم ولی دیر شد کمی. هوا هم گرم بود دیگه، کمی هم دیر حرکت کردیم. هنوز یه 100 کیلومتر دیگه داریم تا برسیم اونجا. تقریبا 3 ساعت و نیم شد تا رسیدیم تنگ براق. یه خونه اجاره‌ای بود، اجاره کردیم برای امشب. دو تا بچه هم دارن از شیراز میان، علیرضا اونجا منظر شامه، شام هم میخوام بهش دو پیازه آلو بدم، حالی جا بیدن. این هم سیب زمینی ها در حال آب پز شدن. سیب زمینی هم آب پز شد، الان پوستش میگیریم ولدهش کنیم. باخ باخ باخ، داغ داغ. پیاز هم سرخ کردیم، گذاشتیم حالی کنار که قاطی میکنیم با پیاز و زردچوبه هم بهش زدیم و فلفل و نمک هم میزنیم، بعد هم نوش جان میکنیم. جاتون خالی. این هم از دو پیازه آلوما درست گیریم، یعنی بخوریم تا دو روز دیگه گشنمون نمیشه. ساعت 7 صبح، بلند شدیم بریم دیگه سمت تنگه. نزدیک هم هست، تقریبا 300-400 متر بیشتر فاصله نداره تا دوستا. دوستان باز قهوه خور هستن، قهوه شون بخورن بریم. آقا محمد و محمود هم که دیشب اومدن، ارادتمندم، مخلصیم. پرندر هم داده بالا، صبح اول صبح داره تصویر میگیره. این هم تنگ براق، اول این تنگه او طرف صد مولا صدرا رو زدن، صدن ما بهش باز کردن. امروز نمیدونم حالا میشه شنا کنی نمیشه. از اینجا آبشار معلومه. پنج دقیقه بایستادیم اینجا تصویر هوایی بگیریم با شلواره کم بودن. یه هو نگاه کردم دیدم پام کلن دیگه خونی شده. پشه بلال اون که را بلال. برگشتم باز شلوار پوشیدم. فقط
تا دلتون بخواد آشغال ریختن. متاسفانه نمیدونم این مردم دیگه کی میخوان یاد بگیرن آشغالاشون جمع کنن. هر جا میری هر جا پر از آشغال. بریم اینجا هم یه سنگ نوشته داره مال دوری ساسانی، شاپور اول ساسانی. بریم ببینیمش. بریم بالای آبشار میشه دیگه. اول سنگ نوشته نه صفا داره دست داره بریش کنی صفا چقدر بخواییش یه دیگه محصرف کنی نمیداری. اینجا با حالیه. این هم از کتیبه شاپور اول ساسانی که به دو زبان پهلوی و پارتی نوشته در مورد تیراندازی که اینجا انجام میداده و با کمان یه سنگچین رو زده توضیحاتی داده. اینجا قرار شنا کنیم، البته اگه یخ نزنیم چون آبش خیلی سرده. گرمه واقعا، همینجا هم گرم. آبی هم که داره میاد از پشت سد مولا صدرا ما دیگه رودخونه کور هست اینجا. میره از کانفیروز رد میشه، میره پشت سد دروزن و دیگه الان پشت سد دروزن شون آب سد باز است که میره دیگه میره به دوی دریاچه بختگان. از اینجا بای دفت دیم.
بعد از شنا تو تنگه اومدیم دیگه خونه، اینقدر خسته بودیم سریع نهار خوردیم و گرفتیم یه چرت کوچیکی هم زدیم. الان دیگه داریم برمیگردیم سمت شیراز، از این سمت کامفیروز میریم تصویریم از شالیزارا بگیریم، از بعد هم میریم سمت سه تخت گزین و سد درودزن، از اونجا هم یه سری تصویر بگیریم و دیگه بریم خونه. رودخونه کور با طول حدود 280 کیلومتر از کوههای اقلید و چشمه حاجی‌آباد سرچشمه میگیره و بعد از گذر از تنگ براق، رودخونه خسرو شیرین، مارگون، تنگ گنبیل و چشمه های بهشت گمشده بهش اضافه میشه و پشت سد درودزن جمع میشه. انتهای این رودخونه هم به دریاچه بختگان میرسه که متاسفانه الان هیچ آبی به دریاچه نمیرسه و همه آب پشت سد درودزن جمع میشه. اینقدر غروب این منطقه زیبا بود که باز نرسیدیم بریم سه تخت گزین رو ببینیم، ولی یه برنامه جدا حتما ازش درست میکنم و میریم روی سه تا قله حتما. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. ویدیو تخت سلیمان آذربایجان غربی رو هم میذارم بالای صفحه، حتما ببینید که خیلی از ناگفته ها در مورد این مکان رو توی اون ویدیو توضیح دادم. دمتون گرم، منتظر ویدیوهای بعدی باشید. Thank you.